به نام خدا و برای خدا، به یاد استاد راستی عزیزم. خب میخوایم بریم سراغ چرخه کرپس، چرخه کرپس رو منفجر کنیم، دونه دونه مفهوماش، دونه دونه نکتهاش، هر جاش احتمال طرح تست داره رو میخوام برات بگم. پس با من همراه شو عزیزای دل من. یه اصلاحیه اومده از سمت سازمان تعریف کتب درسی، یکی اینکه گفتن آقا گلوکوز فسفاته، میاد بهش میگیم قند دو فسفاته، و به قند دو فسفاته میگیم ترکیب دو فسفاته. خب این به تازگی اومد اصلاحیه، از این بعد شما هم توی کتب درسیتون رعایت بکنین. عزیزانی که سالهای بعد دارن فیلمو میبینن که دیگه دقیقاً داخل خود کتابشون عین این دو عبارت ذکر شده. خب گفتار دو بچه‌ها میخواد در مورد اکسایش بیشتر صحبت بکنه، شاخصه چرخه کرپس، بعد همچنین زنجیره انتقال الکترون هستش که به تفصیل صحبت میکنیم. ابتدای کتاب میگه آقا مولکول گلوکوز توی تنفس هوازی باید تجزیه بشه. تا چه سطحی؟ تا سطح تولید مولکول‌های CO2 تجزیه میشه. میگه بخشی از این اتفاق توی بحث چرخه کرپس میفته، بخش دیگرش توی قندکاف رخ میده. خب بچه‌ها، یعنی بحث تولید CO2 رو کتابتون داره میگه توی این دو جا ما داریم، میگه قندکافی که توی چرخه کرپس. سوالی که پیش میاد اینه آیا تجزیه گلوکوز الزاماً باید، یا فقط بگیم قشنگتره فقط با تولید CO2؟ بچه گلوکوز چه عناصری داره؟ کربن، هیدروژن و اکسیژن. کربن و اکسیژنش برای تولید CO2 بله تجزیه میشه و استفاده میشه، هیدروژنش هم منتقل میشه به این ناقل‌های الکترونی مثل NADH، مثل FADH، که FADH2 در واقع حالا جلوتر میبینیم. پس بدونید بچه تجزیه گلوکوز فقط با تولید CO2 نیست، یه دونه بحث تولید هیدروژن داره که اون هیدروژنش رو میده به بحث این ناقلین الکترونی. نکته بسیار بسیار مهمی رو خدمتتون عرض کردم که لازمه حتما داخل کتابتون بنویسید. دقت بفرمایید بچه ها، دقت بفرمایید که در ابتدای کار ما توی چرخه حالا تنفس سلولی که میخوایم وارد بشیم، یه اتفاقی توی سیتوپلاسم میافتاد به نام گلیکولیز یا قندکاف، که این مراحلش بود که ابتداً قند دو فسفاتی که میخواست تولید بشه دو تا ATP مصرف میشد، و بعد از اون ما بحث قند فسفات تک فسفات رو به ترکیب دو فسفات داشتیم که دو تا فسفات مصرف میشد، دو تا NADH به علاوه هاش مثبت تولید میشد. و خب این عین واکنشه که داخل کتابتون نوشته که برای تولید NADH ما هاش مثبت هم در کنارش داریم و همچنین دو تا تولید ATP در مرحله آخر ده خواهیم داشت، به ازای هر یه دونه اینها که در مجموع میشه 4 تا. دقت بفهمید بچه ها، دو تا که نوشتم برای این یه دونه است، پس اینم یه دونه میشه چند تا؟ 4 تا. لطفاً 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 دقت بفرمایید. خب دقت کنید، مرحله بعدی مرحله بود که پیروات تولید شده میومد تبدیل میشد به استیل کوانزیم آ. ما تو این مرحله بحثی چی رو داریم بچه ها؟ تولید CO2 و تولید NADH به ازای هر یک پیروات. پس ما در انتهای گلیکولیز دوتا پیروات داریم، به ازای هر یک پیروات اگر قرار باشه یه CO2 آزاد بشه، یعنی توی این مرحله بعد از یک گلوکوز ما دوتا CO2 آزاد میکنیم، دوتا NADH تولید خواهیم کرد. خب میریم مرحله بعدی. دقت بفرمایید این چرخه کرپس شکل کتابتونه، در دو جاش دو بار تولید CO2 میشه، یک بار و این هم دو بار. پس اگر از شما پرسیدن ما کجاها تولید CO2 داریم توی این فرایندهایی که داریم میبینی، توی این چرخه‌ای که داریم میبینی، یکیش در تولید استیل کوانزیم آ، دومیش در چرخه کرپس. خب نکته بسیار قشنگ و زیبا، به ازای هر یه دونه پیروات، نکته رو گوش کن خیلی قشنگه، به ازای هر یه دونه پیروات ما 3 تا CO2 تولیدی میدیم، یه دونه توی تولید استیل کوانزیم آ، دو تا توی چرخه کرپس. پس به ازای هر پیروات 3 تا CO2 تولید میشه. اینو یه جور دیگه میپرسن، میگه به ازای هر یه گلوکوز چند تا CO2 تولید میشه؟ میگه هر یه گلوکوز میشه 2 تا پیروات، پس من میدونم برای هر یه پیروات 3 تا CO2، اینجا میشه چند تا؟ 6 تا. نگاه کن، 1 2 3 به ازای یه دونش، دوباره 1 2 3 به ازای دوتش. این نکته هم یاد داشت کن داشته باشی. بریم مطلب بعدی. متن کتاب میگه شکل 7 ترسیم ساده ای از نه شکل 7
ترسیم ساده ای است چرخه کرپس. بچه چرخه کرپس خیلی پیچیده است، عجیب پیچیده است، کلی واکنش داره، کلی اسم داره. واقعا یکی از خاطرات بعدی که من خودم توی دوره کارشناسی داشتم حفظ کردن این چرخه بود توی درسی به نام بیوشیمی، خب که حالا بسیارم سخت بود، کاری نداری. در این چرخه ضمن ترکیب استیل کنزیم آ با مولکولی چهار کربونه، یک مولکول چهار کربونه، آقا اسمش اگزال و استات فلان، ما اینا رو باید بلد باشیم؟ نه آقا، چیزی که کتابت نگفته نمیخواد یاد بگیری. اگرم میبینی من یه موقع یه چیزایی رو یکم بالاتر میگم چون احتمال طرح سوال اونا رو میدم، ولی واقعا وقتی اسم تو کتاب گفته نشده یقین بدون تو کنکورت هم نخواهد اومد. میگه ضمن ترکیب استیل کوانزیم ها، استیل کوانزیم ها چند تا بچه ها کربون داره؟ دو تا این داره، یه تعدادم کربون این داره، پس من نمیتونم بگم دو تا کربون داره، فقط اینو حواست باشه. خب این دو تا این کوانزیم آش میره، این دو تا کربونش میده به این چهار کربونه، یک ترکیب 6 کربونه به وجود میاد، 1 2 3 4 5 6، همه جا عدد 6 بچه ها اعجازش موجوده. خب یک مولکول 6 کربونه ایجاد میشه و دا پس از آن در طی واکنش های متفاوتی 1 2 3، این نقطشین یعنی کلی واکنش، یک مولکول 6 کربونه میشه 5 کربونه میشه 4 کربونه و دوباره میشه اون 4 کربون اولیه. متفاوتی که در چرخه کرپس رخ میده، حتی دو اتم کربن به صورت CO2 آزاد میشه و مولکول 4 کربونه برای گرفتن استیل کوانزیم آی دیگر بازسازی میشه. یعنی بچا تی چرخه کرپس چه اتفاقی میفته؟ ما این 4 کربونه داریم، قراره با استیل کوانزیم ها واکنش بده. خب در مجموع اتفاقاتی میفته که این 6 کربونه که وجود میاد دوباره تبدیل میشه به همون 4 کربن اولیه که آماده باشه یه استیل کوانزیم آی جدید رو بگیره. خب وقایعش رو جلوتر به تفضیل برات میگم، اما فقط یه نکته کوچولو گفته. میگه آقا توی این چرخه کرپس ما دو تا CO2 تولید میکنیم، در جاهای مختلف ATP، NADH و FADH2 رو تولید میکنیم. میگه از اکسایش هر مولکول 6 کربونه در واکنش های چرخه کرپس مولکول های NADH، FADH2 و ATP در محل های متفاوتی از چرخه تشکیل می شود. بچه ها محل های متفاوتش خیلی مهمه، خط بکشید، نکته بسیار مهم. آقا جاش رو من باید بدونم، خیر تعدادش رو باید بدونم، خیر. کتاب شما نه تعداد رو ازت می خواد نه جا رو، پس الکی ذهنت رو پر از خزعبلات بعضی از این عزیزانی که اصرار دارن نکته های اضافه به شما یاد بدن پر نکن. فقط همین، آقا من چرخه کرپس رو باید اینقدر بلد باشم، یه 4 کربونه ای من دارم که استیل کوانزیم آ میاد باهاش واکنش میده، کوانزیم آش جدا میشه در اولین قدم، یک 6 کربونه تولید میشه. قدم دوم 6 کربونه یه CO2 میده، 5 کربونه تولید میشه. قدم سوم 5 کربونه یه CO2 میده، 4 کربونه تولید میشه. در مجموعه ای از واکنش ها مجدد اون 4 کربونه تبدیل میشه به اون 4 کربونه اولیه. یعنی چی؟ یعنی این 4 کربونه با این 4 کربونه یه تفاوت هایی داره، چون بعد یه سری واکنش های رخ بده تا دوباره اون 4 کربونه اولیه چرخه کرپس تولید بشه. من از چرخه کرپسی که باید اینو بلد بشم، دومین چیزی که باید بلد بشم اینه در جاهای مختلفش ATP، NADH و FADH2 تولید میشود. تموم شد داره. حالا من به تفضیل بهت میگم هر جاش چه اتفاقی میفته، صرفا برای اینکه بهتر یاد بگیری ولا غیر. خب میگیم آقا FADH2 ترکیب نوکلئوتید دار است. خب من ترکیب نوکلئوتید داری که یاد گرفتم توی ناقل ها و مولکول های پر انرژی، یکیش آدنوزین تریفوسفات بوده ATP، یکیش NADH بوده، سومیش FADH2 هستش که باز ایشون هم مثل NADH یک ناقل الکترونیه که ترکیب نوکلئوتید داره، همانند NADH حامل الکترون است و FADH2 از FAD ساخته میشه. خب واکنش رو گفته، گفته که بچه ها FAD به علاوه دو تا هیدروژن به علاوه دو تا الکترون میگیره تبدیل میشه به FADH2، دقیقا چیزه خیلی ساده ایه. بعد نمیشه به این ترتیب با انجام قندکاف و چرخه کرپس مولکول گلوکوز تا تشکیل مولکول های CO2 تجدید و انرژی آن صرف ساخته شدن ATP و مولکول های حامل الکترون این دوتا میشود. خب سوالی که پیش میاد اینه
آقا این دوتا بعدن چی کار میکنن؟ این دوتا توی زنجیره انتقال الکترون از الکترون هاشون استفاده میشه برای تولید آتپه بیشتر. فقط یه دقت بکنید بچه ها، چیزی که بسیار مهم اینه، این FADH2 اسمش فلاوین آدنین دی نوکلئوتید. فلاوین آدنین دی نوکلئوتید. خب از ابرم زده بیرون، کوچولو نوشته بودم. خب دقت بفهمید بچه ها، ساختمان واکنشش به این صورته که این FAD من، خب اگر این دوتا هیدروژن رو بگیره تو ساختارش میاد، ظرفیت دریافت الکترونش بیشتر میشه، میشه FADH2. حواست باشه، فقط بدون اگر گفتن FADH2 این یعنی هیدروژن و الکترون رو گرفته، اگر گفتن FAD این یعنی نگرفته. یه جور دیگه میگم، اکسید شدن چی بود؟ الکترون رو بگیری یا بدی؟ الکترون رو بدی. آفرین. این پا فرم اکسید شدشه، الکترون دادشه. فرم احیا شدش یا کاهش یافتش، احیا و کاهش یک معنی داشت دیگه، FADH2. مثل NADH بود، NADH میگفتیم اون NADH فرم احیا شدش، NAD فرم اکسید شدش. میریم سراغ چرخه کریبس بچه ها. میخواییم چرخه کریبس رو با هم دیگه منفجر کنیم. قبل از هر چیز یه فیلم آموزشی وسط میذارم چرخه کریبس رو ببینی، بعد دونه دونه مراحلش رو خودم برات توضیح میدم. ما ابتدا گلوکوز رو داریم که وارد سلول میشه، داخل سیتوپلاسم گلیکولیز رخ میده و پیروواد درست میشه. خب بچه ها، پیروواد وارد میتوکندری میشه اگر اکسیژن کافی باشه. میبینی یه دونه CO2 تولید میکنه، یه دونه استیل کوانزیم آ، یعنی استیل کوانزیم آ فراورده انتهایی حاصل از اکسایش پیروواد. خب یه دونه NADH هم میبینی که اینجا داره تولید میشه به ازای هر یه دونه پیروواد توی این مرحله. این استیل کوانزیم آ میاد با یک مولکول 4 کربونه واکنش میده، کوانزیم آش میره تبدیل میشه به یک 6 کربونه. خب این 6 کربونه ما حالا آماده است که وارد فاز بعدی بشه. چیه بچه ها؟ بشه 5 کربونه. خب یه دونه CO2 میره بیرون، یه دونه NADH تولید میکنه. خب حالا این 5 کربونه من آماده است بره بشه 4 کربونه. این دفعه چجوری میشه 4 کربونه بچه ها؟ باریکلا یه CO2 میده، این دفعه یه دونه NADH یه دونه ATP تولید میکنه، میشه 4 کربونه. خب من میخوام 4 کربونم رو تبدیل کنم به اون 4 کربون اولیه چرخه کریبس، پس باید یه تغییراتی توش بدم. تغییرات چیه بچه ها؟ تغییرات شیمیاییه که رخ میده و دو تا ناقل انرژی FADH2 و NADH ازش تولید میشه و تبدیل میشه به همون 4 کربونه شروع کننده چرخه کریبس. تهش رو با هم دیگه جمع‌بندی بکنیم، پیروات ما میومد اگر اکسیژن به میزان کافی بود وارد میتوکندری میشد، که حالا این استیل کوانزیم آ که تولید میشد وارد چرخه کریبس میشد و این وقایعی که دیدید رخ میداد. اما بریم سراغ موشه کافی چرخه کریبس. یه جاهاش یه ذره کتاب بالاتر بهت میگه، من اینا تست نمیدن ولی موبقش همش احتمال طرح سوال داره. آغازگر چرخه کریبس یک ترکیب 4 کربن است. خب میاد با استیل کوانزیم آ واکنش میده، کوانزیم آش جدا میشه میره سراغ کارش، دو تا کربن 4 تا کربن میشه 6 کربن. یک ترکیب 6 کربنه در قدم اول چرخه کریبس ساخته میشه. نکته اول. نکته دوم، این 6 کربنه مجدد باید بیاد 4 کربنه آغازگر رو بسازه، پس باید دو تا کربن از دست بده. نکته بسیار مهم اینه در چرخه کریبس هر وقت قراره کربن جدا بشه به صورت کربن دی اکسید جدا میشه. نکته بعدیش، هر وقت من کربن دی اکسید جدا کردم یه دونه ناقل الکترون هم باید کنارش تولید بشه، NADH بالا به هاش مثبت احیا میشه. خب نگاه کن، ابتدا یه CO2 میره، یه دونه NADH بالا به هاش مثبت احیا میشه. نکته بعدی بچه ها، طبق واکنشی که تو متن کتاب اومده هر وقت NADH تولید میشه یه دونه اتم هیدروژن، یک یون هیدروژن هم باهاش تولید میشه، به ازای تولید هر یه دونه NADH یه دونه یون هیدروژن هم تولید خواهیم داشت. خب این ترکیب میشه 5 کربونه، یه کربن اضافه داره، پس دوباره یه CO2 میره، یه دونه NADH. حالا بعد از اینکه NADH من احیا شد یه دونه هم ATP اینجا تولید میشه و یک ترکیب 4 کربونه ساخته میشه. بچه ها نمیخواد بدونم که در کدوم گام ها یا مراحل چرخه کریبس NADH تولید میشه، ولی میشه حد زد که هنگام تولید CO2 یکی از جاهایی که خیلی احتمال تولید NADH زیاده. دو، باید بدانم که در چرخه کریبس یه دونه ATP هم
تولید میشه. نکته‌ای که خیلی قشنگ‌ترش میکنه اینه. بچه‌ها این 4 کربونه با این 4 کربونه بسیار تفاوت داره. یعنی چی؟ 4 کربونه‌ای که حاصله تولیده ترکیب 6 کربونه است، ماهیتش کاملاً با این 4 کربونه آغازگر چرخه کربز متفاوته. پس باید توش یه تغییراتی رخ بده. تغییر اولش اینه، یه تغییر الکترونی میکنه. یه دونه FAD تبدیل میشه، احیا میشه به FADH2 و دوباره اون 4 کربونه من یه تغییر الکترونی دیگه میکنه، اناده هاش ازش تولید میشه و اون 4 کربونه رو مجدد میسازه. این کمپلکس و جمع‌بندی چرخه کربز بود. به توصیه میکنم این رو حتما توی کتابت بنویسی. بچه وقتی شما فیلم رو میبینید سوال هایی براتون پیش میاد که اگه این سوال ها رو یاد بگید یه نکات ریز ناب مفهومی تو دلش میشه استخراج کرد. حالا من جای تو سوال ها رو خودم میپرسم، دونه دونش نکته است، گوش کن. یک، میگه آیا میتوان گفت در چرخه کربز همانند مراحل پیش نیاز آن کربن دی اکسید تولید میشود؟ خیر، مراحل پیش نیاز چرخه کربز شد بچه ها. این چرخه کربزه، پیش نیازش قبلش باید پیروات بیاد تبدیل بشه به استیل کوانزیما. قبل اینم خب باید پیروات تولید بشه که ببینیم میگیم چی بچه ها؟ گلیکولیز. میبینیم که در پیش نیازهای چرخه کربز در هر دو تولید کربن دی اکسید نداریم. ما در گلیکولیز تولید کربن دی اکسید نداریم، فقط در تبدیل پیروات به استیل کوانزیما آ و در چرخه کربز تولید کربن دی اکسید داریم. دو، به ازای یک پیروات 3 تا کربن دی اکسید تولید میشه. ببین یه دونه هنگام تولید استیل کوانزیما آ، دو تا هم توی چرخه کربز، بسیار کاربردی برای رد گزینه و حل تست ها. بریم سراغ مسئله بعدی. نکته تستی بسیار مهم بعدی اینه بچه ها، توی واکنش تبدیل پیروات به استیل کوانزیما آ اول ناقل الکترون تولید میشد یا CO2 آزاد میشد؟ بگو ببینم. باری کلا، اول همیشه باید CO2 آزاد شه بعد ناقل الکترون. تو چرخه کربز هم دیگه اول CO2 آزاد میشه بعد ناقل الکترون، تازه بعد از اون کوانزیما اضافه میشه. چرا؟ چون 3 کربونه من میشه 2 کربونه، 2 کربونه استیل کوانزیما آ رو میگیره میشه چیز کوانزیما آ رو میگیره میشه استیل کوانزیما. سوال بعدی بسیار سوال قشنگ و کاربردیه. خب میگه در چرخه کربز اکسیژن مصرف میشه دیگه، چون بخشی از تنفس هوازیه. خیر، ما در هیچ کجای چرخه کربز بچه‌ها مصرف اکسیژن نداشتیم. نیایی بگه هر چیزی توی هوازی بود حتما مصرف اکسیژن داره. نمونه چرخه کربز بخشی از چرخه تنفس هوازی ولی اکسیژن مصرف نمیشه. اما سوال بعدی که بسیار مهمه، میگه در چرخه کربز فقط وقتی کربن دی اکسید تولید میشه تجزیه گلوکوز داریم؟ خیر، گلوکوز عرض کردم خدمتتون کربن، هیدروژن و اکسیژن داره. کربن و اکسیژنش به صورت CO2 آزاد میشه و مابقی موارد که همون بحث هیدروژن باشه در حین تولید ناقله های الکترونی تجزیهش انجام میشه. پس ما برای تولید CO2 و ناقل های الکترونی بحث تجزیه گلوکوز رو مطرح میکنه. سوال بعدی که بسیار مهمه که آقا میگه خب یه مورد واسه تجزیه گلوکوز داشته باشیم. گلوکوز من اول طی قندکاف یا گلیکولیز میشه 2-3 کربونه به نام پیروبات. اتفاق خاصی نیفتاد. خب اینم که نکته های مروریش بود، اینم رد بکنیم بریم سراغ اینجا. خب پیروات من تبدیل میشه به مونیان استیل، یه کربن میره، یه دونم اناده هاش، پس اینجا کربن اکسیژن، اینجا هم هیدروژن، یه دونه بحث تجزیهش. مطلب بعدی، خب توی چرخه کربز بچه ها کجاها CO2 داریم؟ بحث هاش رو هم داریم، نگاه کن دیگه، یه دونه اینجا، یه دونه هم اینجا و در نهایت هم اینجا و اینجا. در چرخه کربز ما بحث تجزیه گلوکوز رو کربن، هیدروژن، اکسیژن، این سه تا عنصر رو باید ببینیم کجا داره میره. کربن و اکسیژنش که واسه CO2 میره، هیدروژناش هم برای این ناقلای الکترون مصرف میشه. اما تا اینجا اگه یاد گرفتیم بریم سراغ مطلب بعدی.